صحبتان بخیر بازم به صحب زندگی خوش آمدین شما هم بیننده ساعت سوم و برنامه امروزی ما کاملا به طور زنده هستین با ما همراه باشین تا ساعت ده و از داشته های جالب برنامه صحب زندگی همچنان لذت ببرین در این لحظات می در رابطه با فرهنگ نهالچانی در افغانستان صحبت بکنیم و خوشبختانه دو بانوی عزیزی را با خود داریم که در این راستا خواستن خودشان پیش قدم شوند و بتانن خدمتی برای مردم افغانستان انجام بدن و مهمارای ما هم در این لحظات شگوفه و سریا حبیبی با ما هستن خوش آمدین به صبح زندگی صبح شما بخیر سلام خدمت شما و تمام بیننده های محترم تلویزیون آریان امید است که صحت و سلامت باشه سلامت باشین شما هم خوش آمدین بانو چوشو گفه صبح شما هم بخیر تشکر سلامت باشین سلام خدمت شما همکاران عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون آریان امیدوار هستم یک صبح با خوشی آغاز کرده باشین. سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه تشریف آوردین بانو سمدی بیاین از شما مشتین فرهنگ نهال چونی در, در افغانستان امروز شما در چه جایگاهی میبینین نهالشانی بلکه یک فرهنگ است می تواند به یک جامعه بسیار مفید تمام شود یک درخت خیلی یک سرمایه گذاری است در یک کشور موانند یک سرمایه گذاری است که اصلا ضرر نداره بلکه مفاید فایده های زیادی دارد ها. و نهالشانی بر همه مردم همه مردم یک فرهنگ است که یعنی همه باید انجام بدن یک نهال می تواند محیط زیست سالم کشورمان را سرسبز نگه دارد دقیقا هم هست خیلی زیبا فرمودن اگر ما محیط زیست سالم داشته باشیم طبعا ما به فکر خود ما هستیم و در فکر تمامی انسان هستیم که در روی این کره زندگی میکنن و مطمئنا برای زندگی سالم اینا نیاز به که نهالها، ها و در کشورهای مختلف تا که بدونن از نگاه محیط زیستی مشکل نداشته باشن بونو حبیبی شما بر ما بگین و دید شما نهال و مخصوصاً غرض ها چقدر میتونه برای انسان ها مفید باشه اولتر از همه درخت یک سرمایه گذاری است سرمایه گذاری و هیچ وقت زیان پذیر نیست وقتی ما, وقتی ما یک و این مسئولیت همگی ماست که باید یک نهال غرس کنیم وقتی ما یک نهال غرس میکنیم در آینده میتونیم که از او فواید بیشتری داشته باشه مثل که مثلا میتونیم بگیم که یک درخت میتونه در از طرف شب به هجده نفر اکسیژن اکسیژن م... مورد ضرورت تولید کنه و رفع تمام تکلیف های یا ها، امراض گوناگونی که در هوا موجود می باشه را رفع بسازن خیلی خوب بانو حبیبی بیان از شما بشین بدید شما چقدر حالا ما در افغانستان با این مشکل دچار هستیم که ما کمتر توجه به نهالشانی شانی می کنیم و در راستا فکر می بانوان چقدر تانستن که پیش قدم باشن مخصوصا خودت. نهال شنی فقط برای بانوان و آقایان نیست هر شخص وظیفه هر شهروند افغانستان است که یک نهال خرس کنه با خاطر که کشور ما حالا همه ما میبینیم که کشور ما آلودگی هوای آلوده زیاد داره مردم بعضی از مردم هستن که محافظت نمیکنن از نهالا از نهالا و از چیزهایی که یعنی از محیط زیست محافظت نمیکنن باعث میشه در گردان هایی که در سر سرک ها اینا میباشد کسافات و یا جنگلی های خدا بندازن و این وظیفه هر شهروند است که باید یک نهال خرس بکنه با خاطر زیبایی و کشور عزیزمان خیلی خوب یعنی بانو حبیبی شما برای ما بگوین حالا شما چگونه تانستین در راستای نهال شنی در افغانستان سهم خودتان من حیث یکی از شهروندان انجام بدین این فقط فقط وظیفه من و شما نیست فقط از کل ملت است از تمام ملت باید سهم گرفت به سهم باشند وقتی که نهال بشانیم و ما در یک روند موجود هستیم که در روند کار میکنیم و در روز دهقان چندی از نهال ها را کشت و کار کرد خیلی خوب بیام در ما بگوین در این روند و چه تعدادی از بانوان و آقایان در کنار شما بودند و تونستیم که چقدر نهال شما روند ما مختلفی داره که کمیته مخصوص بر بانوان است و بانوانی که در این کمیته با همکاران دیگه ما کمیته های سیاسی و بعضی کمیته های دیگری که داریم همه ما یک جا شده در مسجد ایدگاه با کشت نهال شنیم خیلی خوبه و چه تعداد نهال شما تانستین که غرص حدود از پنجا یا شست نهال هر شخص یک نهال بله نزدیک به 50 یا 60 نفری که اینا در یک روند کنار هم کار کردن خواستن هر کدامشان یک نهال قرض بکنن تا که بتونن در سرسبزی افغانستان اینا هم بیان سهم خود را انجام بدن بونو حبیبی بیان شما بر ما بگوین حالا فکر میکنین که جوانان چقدر امروز علاقمند به این هستن که بیان حداقل سرمایه گذاری بکنن در راستای محیط زیستشون و یک توجه خاص به این مسئله داشته باشن. ما از ب... از از تمامن. خواهشمند هستیم که به نهالشانی و و محیط زیست توجه خاص داشته باشند و به با و باشند در مورد زیاد در دسته همین نهال شانی کوشش ببینه. کنن امه. کوشش کنن که یک نهال غرس کنند و خوشبختانه مشاهده هستیم که جوانان در این عرصه زیاد سهم هستند و توجه گرفتن بله بین از کودکا برام بگوین کودکان چقدر میتونن در این مسئله سهم باشن البته در بحث مراقبت از این گل ها چون اکثرا کودکا هستن که گل ها را میکنن کودکا هستن که پامال میکنن و این کودکا هستن که اکثرا میاین و توجه جدی به این مساله نمی باشن امید است که داشته باشند پس اونا خورد هستند شاید بفهمند اما ما که از نظر خود ببینیم شاید اونام نظریه خاصه دارند به خاطر هم یک غرس گل یا درخت یا محیط زیست توجه خاصه دارند <applause> و حتما برای کندنشان هم علاقه خاص دارن چون گاه گاه این گل ها انقدر قشنگ که از دوست دارن این تفل ها رو این این گل ها را بکنن و دست خود داشته باشند بنوم با سمدی بیاین شما بر ما بگوین در راستای حفظ و مراقبت نهال ها چه کارهایی باید صورت بگیره چون اکثرا افراد را میبینیم در جامعه تصمیم میگیرن نهالشانی بکنن ولی دیگه توجهی به مراقبتش نمیکنن به حفاظتش نمیکنن که چگونه حالا این گل ها و این نهال ها آبیاری شوند حفاظت از محیط زیست وظیفه هر شخص است حتی اگر یک کودک میتونه که گلها را بکنه وظیفه فامیل آنهاست که باید به با آنها یعنی بگویند بو بله. که نباید گلها را بکنن این زیبایی و سرسبزی کشور خود ماست ما محیط میتونه پاک نگه دارند. و این وظیفه هر شخص است که باید از محافظت کنه از نهال ها و سرمایه گذاری خیلی خوب و فکر میکنین که مکاتب و استادان و ملا امامان چقدر نقش دارن در اصلاح ازی که مردم تشویق بکنن در نهال نقش بسیار ارزنده ای دارن چون بعضی از کودک ها هستن که گپ های فامیل قدر در ذهنشان نمیمانند اما گپ هایی که استادا و یا مولای مسجد به اونا میگن زیادتر در موردش فکر میکنن در موردش یعنی انجام میتن به اون کار بله دقیقا میکنیم که معرف افغانستان مولا امامان ما خانواده ها و والدین همشون یک توجه جدی در این راستا داشته باشن و بیاین توجه بکنن به این مسئله که اینا خودشان میتونن افراد الگوهایی باشن مردم را تشویق بکنن برای اینکه بیاین اینا هم نهال بکنن و یک توجهی به محیط زیست افغانستان داشته باشن فکر میکنن با حالا مشکل سرسبزی که ما در افغانستان داریم کمتر مردم ما علاقه به وضعیت محیط زیستشون در افغانستان هست دلیلش چه باشه؟ توجه به با پاکی و ظریفیت محیط زیست وظیفه همگی است بازم تکرار میکنم که وظیفه همگی باید همیشه کوشش کنن که به نظر من اصلا چندی است که بعضیا فقط تو متوجه پاکی و صفایی کشور نیستن, نیستن، شهر فکر دلیلش چه هست دلیلش چرا این کار هم, دیگر هم دیگر پذیری وجود نداره هم پذیری اگه ف... بعضی فکر میکنن که فقط باید محوطه که ما زندگی میکنیم پاک باشه نه خیر نی. باید هر جایی که هست فقط با کسی که این کارا میکنه و وطن خیلی چه قسم آباد شود باید حفظ و محیط زیست کوشا باشیم بله دقیقا اگر ما به فکر خود باشیم و به این فکر باشیم که اگر ما امروز این کار را نکنم اگر همسایه ما این کار را نکنه پس مطمئن که جامعه ما هیچگاهی نمیتونه در این راستا یک توجه جدی داشته باشه پس اگر ما از خود آغاز بکنیم الگوهای میتونیم باشیم برای اینکه افراد دیگر جامعه هم بتونن اونها هم گام های مثبت در این راستا بردارن و بتونن که وضعیت محیط زیست را و را در افغانستان فرهنگش را بیشتر بسازن پروسمدی دید شما چرا بیشتر خانواده ها فقط فقط ای که خودشان زندگی میکنن را میان گلکاری میکنن متوجه هستن ولی زمانی که از خانه خود بیرون میشن حداقل توجه به این ندارن که باغچه بیرون خانهشان چه شکلی هست کنار دروازه شان یا سرکی که اینا زندگی میکنن چگونه بیان ایاره نهال بکنن یا وضعیتش رو بهتر بسازن او کسایی هستن که فکر میکنن نظافت صرف داخل خانه و یا داخل حولی می به با یک خاص می باشن. اما کشور عزیز ما افغانستان مربوط همه ما میشه همه هم ما باید در پاک بودن در سرسبز بودن و آکوشا باشیم بله خیلی هم ممنون بیاین آخرین گفتنی های بانو حبیبی را داشته باشیم. گفتنی های شما در رابطه به نهال شونی و در رابطه به هموطنه که کمتر متوجه این مسئله هستند چه هست؟ هموطنان عزیز خواهشان بیاین امدگر پذیره را امدگر پذیر یک حصل سال در افغانستان بدانیم تا به محیط زیست خود کمک بیشتری کنیم سلامت باشه این دقیقا هم همین گونه هست بونو سمدی گفتنی های آخر شما را میخوایم داشته باشیم. همشهریان عزیزم میتونیم با هم همکار باشیم با هم با ریاست سرسبزی کشور ما همکار باشیم در نظافت نگه داشتن محیط زیست سلامت باشین خیلی هم ممنون از اینکه تشریف و گفتنی های خوب باشد. امروز در این راستا بکنید سپاس از این اینکه شما هم تا این لحظه بیننده برنامه حساب ها زندگی هستین با ما همراه باشین تا ساعت ده و از داشته های جالب برنامه حساب زندگی همچنان لذت این همچنان فراموش نکنین شما بیننده ساعت سوم برنامه امروزی ما کاملا و طور زنده هستین امروز هم خبرهای کاملا تازه از جهان تکنولوژی در برنامه داشتیم و خبرهای کاملا تازه از جهان سینما و ورزش هم همچنان در برنامه می داشته باشیم و اگر شما علاقه به مسابقات آی یا لیگ برتر کرکت هندوستان هستین همچنان فراموش نکنین که ما هایلایت مسابقات دیشب را البته بین تیم هایی که برگزار شده بود تیم های سن و همچنان سوپر کینگ تقدیم شما عزیزان می کنیم و ببینیم که کدام از این تیم ها تانستن که پیروز شوند و اگر علاقه مسابقات آی پی هستین می که این مسابقات را امشب هم تماشا بکنین در این لحظات هم برای اینکه شادمانی شما بیشتر شود و و ما را تنها نگذارین آهنگ خیلی ها سیبایی به نام دختر زیبا از ولی حجاسی تقدیمتان برمی کردیم صبر شما بخیر تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقمند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نماین اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نماین و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریانا تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سابسکرایب کنین